با درود به بینندگان برنامه مانگا و اهورا. در برنامه پیش گفتیم که ایرانیان باستان به خودشون بنی آدم میگفتن و یا آدم و ریشه یابی کردیم و معنی کردیم که آدم یعنی بیدم. ولی سپس در گذار زمان داستان یهودیا به وجود اومد. البته داستان یهودیا ناگهان به وجود نیومده است. این ریشهش پیش از یهود بوده است. هزاران سال پیش از یهود این داستان یعنی ریشهش بوده. اما داستان یهودیا در تنکا شرح میده که چطور آدم رو درست کرده و این واژه هم نشان میدهد که حتی در اون زمان، البته داستان یهودیا بر میگرده تقریبا به 2600-700 سال پیش، نه بیشتر، ولی نشون میده که در همون زمان هم کسی واژه آدم رو نمیدونسته معنی کنه، نمیدونسته که معنیش چیه و کسی هم که داستان یهودیا رو درست کرده اونم نمیدونسته. از همین روی است که از واژه آدم نام برده. داستان یهودیا یا در واقع کتاب یهودیا در اصل نامش تنکا است که دارای چند بخشه که بخش اصلی اونو بهش تورات میگوین. تورات را یهودیا به معنی راهنمایی و آموزش و این چیزا معنی کردن، در حالی که تورات کوتاه شده تورات است. این تا حرف تعریفه. تورات یعنی همون تور، کوه تور در صحرای سینا که اکنون با تا می نویسن. تورات کوتاه شده تورات. اگر ما بخواهیم توراتا را با واژه های انگلیسی بنویسیم، یعنی به انگلیسی بنویسیم، توراتا می شود دتور، یعنی کوه تور. حالا ببینیم خود تنکا چه معنی می دهد. تنکا یک واژه کردی است که با گویش های گوناگون بیان می شه، مثل تنیا، تنخا، تنها. همه اینها هم همین معنی تنها را میده. در میان کردها اگر در خانواده تنها یک فرزند وجود داشته باشه به اون تنها فرزند میگوین تنکا. و همچنین در میان خانواده که بیشتر از یک پسر دارن و تنها یک دختر دارن به اون یگانه دختر هم میگویند تنکا. و اگر در میان خانواده بیشتر از یک دختر باشد و یک پسر داشته باشد به اون یگانه پسر هم میگویند تنکا. و همچنین تنکا نامی است برای نامگذاری هم دختران و هم پسران. و اینکه کتاب یهودیا تنکا نام دارد، این واژه نشان می‌دهد که کسی که داستان یهودیا را گفته است نامش تنکا بوده و احتمالاً رهبر گروه اسرائیل بوده که همچنان که پیشتر گفتم یعنی ایل بی خانمان. پس نام این کسی که داستان یهودیا را گفته تنکا بود. تنکا هم داستان آفرینش رو میگه که چطوری الله در 6 روز جهان و هرچه در جهان هست را آفرید و روز هفتم استراحت کرد. حالا کاری نداریم که در روز ششم هرانچه که در اون 6 روز هرانچه که تنکا میگه پر از زد و نقیزه، ولی با این وجود در روز ششم الله آخرین کاری رو که میکنه انسان رو درست میکنه. در ترجمه انگلیسی تنکا
به جای انسان من آورده. من هم در انگلیسی هم معنی مرد میده و هم معنی انسان. بعد در روز ششم تنکا میگه که الله انسان رو آفرید، نه رو ماده. انسان ها رو آفرید نه رو ماده، و به آنها گفت که تولید مثل کنید و زمین را بارور کنید. پس در روز ششم آخرین کاری که الله میکنه اینه که انسان هم درست میکنه. واژه الله هم تا پیش از اسلام همه یهودیا الله میگفتن، به همون خدا الله میگفتن. الله یک واژه بسیار بسیار کهنه. اما پس از اسلام بخشی از یهودیا که خودشون رو عبری میدونن و فکر میکنن که زبانشون زبان موسی و الله بوده، به الله یهوه میگوین. یهوه یکی از واژه های کهنه که بعدن خواهیم گفت که این واژه ها چه معنی میدهن. اینها خیلی خیلی هزاران سال پیش از پیدایش داستان یهودی ها این واژه ها بودن. همچنان که همین الان هم یهودیایی که به زبان عربی صحبت میکنن به خدا میگن الله. مسیحی هایی هم که به زبان عربی صحبت میکنن اونها هم به خدا میگن الله. به هر حال تنکا میگه که روز ششم انسان ها را آفرید، الله انسان ها را آفرید. روز هفتم استراحت کرد. البته این روز هفتم یکی از رازهای تاریخه. این همینطوری الکی نگفته روز هفتم. همچنان که گفتم این پیشینه داشته که بعداً در آینده خواهم گفت که اصلا این روز هفتم چی بوده. به هر حال روز هفتم استراحت میکنه الله. ولی یه روز ناگهان میاد پایین، از آسمان میاد پایین، میاد رو زمین. فراموش میکنه که روز ششم انسان رو درست کرده. حالا این روز کی بوده معلوم نیست. تنکا اینو نمیگه. صد سال بعد از استراحت بوده، هزار سال بوده، هرچند بوده، اینو نمیگه. ولی به هر حال میاد پایین میبینه کسی رو زمین نیست. بعد میگه برای خودش میگه که بایستی یه نفر رو درست کنم که زمین رو شخم بزنه. یعنی الله دلش به حال زمین میسوزه که کسی نیست اینو شخم بزنه. حالا چرا آدم ها به این توجه نمی کنن و بهش باور دارن، به این داستان باور دارن؟ داستان میگه که روز ششم انسان ها رو درست کرده نه رو ماده. حالا چی شد که دوباره بعد از استراحت دوباره الله شروع به آدم سازی میکنه؟ به هر حال الله برای اینکه کسی باشه که زمین رو شخم بزنه از گرد خاک یک مجسمه درست میکنه. به سوراخ دماغ مجسمه فوت میکنه و میشه انسان، زنده میشه. سپس یه باغ برای این درست میکنه به نام باغ عدن. این باغ عدن هم ما در آینده خواهیم گفت که کجاست و اصلا چه معنی میدهد، زیرا زبانشناسان و تاریخ شناسان خیلی دنبال این باغ عدن گشتن ولی پیداش نکردن. ولی ما خواهیم گفت که کجاست. به هر حال الله آدم رو درست میکنه میبره باغ عدن. پس در اینجا الله از گرد خاک درست شده و تو دماغش فوت کرده الله، شده انسان، زنده شده، شده انسان. یه چیز خوبی که مثلا درباره تنکا هست اینه که یک داستان رو ادامه میده و تنها به همین بسنده میکنه که الله از گرد خاک یکی رو درست کرد. ولی داستان به مسلمان ها که میرسه، به محمد میرسه، عوض میشه. در حالی که داستان داستان تنکاست ولی چرا عوض شده؟ محمد در قرآن آدم میگه خلق آدم از چی درست شده، انسان هم میگه، بشر هم میگه، خلیفه هم میگه. والا حساب کنید خلیفه با آدم خیلی فرق داره، اصلا معنیش خیلی فرق میکنه. خلیفه یعنی جانشین.
البته ما برای این واژه ها فقط یه معنی ساده رو نوشتیم، چون وقت اونو نداریم که اینها را ریشه یابی کنیم. مثلا انسان یعنی خودی شناخته شده، بشر یعنی برتر، خلیفه هم که یعنی جانشین، در حالی که آدم یعنی بیدوم. به هر حال محمد در قرآن میگه که خلق الانسان من علق. این خلق الانسان من علق در سوره علق اومده. اگه تاریخ را جستجو کنیم، این سوره نشان میده که اولین سوره ای بوده است که محمد گفته، ولی در قرآن سوره 96مین هست، در حالی که میباید سوره اول باشه. حالا من نمیخوام داستان اینو بگم که چرا اینا رو عوض کردن، ولی به هر حال میبایست سوره اول باشه، چون این اولین سوره بوده. و در اگه شما ببینید نوشته خلق الانسان من علق. علق هم در ترجمه، در ترجمه فارسی به معنی رویان به کار بردن. رویان در واقع یعنی جوانه، جوانه دانه. مثلا شما اگه سمنو درست میکنید، گندمو که آب میدید، پس از چند روز این گندم یه جوانه سبز میده بیرون. به این جوانه سبز در فارسی میگویند رویان. پس یعنی این که خلق الانسان من علق یعنی از رویان چی شده، یعنی این که الله این انسانو از جوانه درست کرده که نمیشه، در حالی که در تنکا میگه از گرد خاک. و الله هم که نمیتونه دروغ بگه، کسی که این جهانو آفریده فراموش کرده که به موسی چی گفته یا به تنکا چی گفته، بعد به محمد یه چیزی دیگه بگه، بگه علق. به هر حال پس میگه در قرآن میگه خلق الانسان من علق، از علق درست کرده. در قرآن هم یک بار خود الله داره صحبت میکنه، یک بار خود محمد، گاهگاهی خود الله داره صحبت میکنه، گاهگاهی خود محمد داره صحبت میکنه. پس در سوره علق میگه خلق الانسان من علق، انسانو از علق آفرید. و حال ببینیم در سوره حجر چی میگه. سوره حجر، حجر یعنی سنگ، پس سوره حجر یعنی سوره سنگ. در سوره سنگ الله خودش صحبت میکنه، همچنان که میبینید میگه ولقد خلقنا انسان من صلصالی من حمایی مسنون. ولقد خلقنا یعنی ما هنگامی که آفریدیم. خلق الانسان من صلصال، اینجا میگه از صلصال. صلصال در واقع یعنی گل شل، یعنی وقتی که شما آب و با خاک آمیخته میکنید، دارید به هم میزنید، به اون حالت میگن صلصال، یعنی گل شل. حالا در سوره علق گفته از علق درستش کرده. و باز هم میگه من حمای مسنون. خب حمای مسنون، حمای مسنون الان من نمیخوام ریشه یابی کنم، ولی در کل یعنی گل کهنه، یعنی گلی که چند روز گله، چند روز پیش شده گل، بهش میگن حمای مسنون، گل کهنه. حالا اینجا میگه از صلصال، درست کلمه بعدش میگه از گل کهنه. خب کدامش، از گل شل یا از گل کهنه؟ ولی ناگهان میاد که داستان پیدایش آدم میگه، میگه والجان خلقناه من قبل من نار سموم. جان یعنی جن، ناگهان از انسان میبره جن. میگه و خلقناه یعنی آفریدیم جن را من قبل، یعنی قبل از کی؟ پیش از او، پیش از کی؟ پیش از انسان. پس جنو پیش از انسان درست کرده. از چی درست کرده؟ من ناری سمومی. ناری سموم اصلا معنی نمیده. ناری سموم یعنی آتش سمی،
ولی اینجا میخواد بگه از دود، زیرا در جای دیگه میگه جنو از دود درست کرده. من در اینجا این برنامه رو به پایان میرسانم. ادامه گفتار رو در برنامه آینده خواهم گفت. تا برنامه آینده شادزی، شادکام باشید.